خب درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و آخر هفته خوبی رو تا الان سپری کرده باشید تو این هوای ابری و بارونی. خواستم بگم مزخرف ولی دیگه چه میشه کرد. خب ویدیو امروز در مورد نامه‌نگاری در سطح B1 هستش، یعنی لول سوم زبان آلمانی. اول A1 بعد B2 بعد B1. من این نامه رو از توی گوگل سرچ کردم، کمی تغییرش دادم. شما هم اگر دلتون خواست فقط به این نامه اکتفا نکنید و برید خودتون هم سرچ کنید، مثلا بنویسید B1 بریف شرایبن بایشپیل، کلی براتون مثال میاد که میتونید استفاده کنید. من به این ترتیب میرم جلو که تیکه تیکه نامه رو میخونم و تیکه تیکه براتون ترجمه میکنم و بعد یک بار میرم آخر، از اول تا آخر یک سره میخونم و یک سره ترجمه میکنم. خب تو این تیکه تیکه خوندنا بهتون یک سری چیزا هم توضیح میدم که بدونید. این نامه به صورت دوستانه نوشته شده و رسمی نیستش. از کجا میفهمیم دوستانه؟ چون اینجا از لی با علی و لی به مریم استفاده شده، چون این نامه غیر رسمی و دوستانه هستش. اگر رسمی بود ما باید از مثلا زگرت دامن هیغن استفاده میکردیم، ولی اینجا از لی با علی و لی به مریم استفاده شده. میگه ایغ فویغن نخبان زین فور این مونت اونگسوگن. میگه که فویغن نخبان یعنی چی؟ یعنی همسایه های قبلی شما. میگه همسایه های قبلی شما یه ماه قبل اسباب کشی کردن. اومسین اونگسوگن ایش بین اونگسوگن، من اسباب کشی کردم. ایغ فویغ نخبان زین فور این مونت اونگسوگن اون فایرن این در نوین وونونگ. همسایه های قبلی شما یه ماه قبل اسباب کشی کردن و تو خونه جدیدشون جشن میگیرن. زی هابن این اینلادونگ بکومن، شما یک دعوتنامه دریافت کردید، یا میشه گفت زی هابن این اینلادونگ ارهالتن بکومن گکریشت. همه اینا رو میشه گفت. زی هابن این اینلادونگ بکومن، شما یک دعوتنامه دریافت کردید. انتورتن زی آف دی اینلادونگ، یعنی منظورش اینه که جواب دعوتنامه رو بدید. خب پایین اومده شما رو یکم راهنمایی کرده که توی نامتون چیا میتونید بنویسید. اینجا نوشته گوگون دس شرایبنس، منظورش چیه؟ یعنی دلیل نوشتنتون. گوگون یعنی دلیل، گوگون دس شرایبنس. یکی از اون دلایل گشنک هستش، یعنی هدیه، کادو. دومی ور کومت نوخ، یعنی دیگه کی میاد. ور کومت نوخ، دیگه کی میاد. بیت اون وگ بشقایبونگ، بچه ها وگ بشقایبونگ یعنی توصیف راه. بشقایبونگ یعنی توصیف، بشقایبن یعنی توصیف کردن. وگ بشقایبونگ یعنی توصیف راه، یا مثلا آدرس مسیر. شما توی یه شهری زندگی میکنید، مثلا آدرس رو بلدید ولی نمیدونید که چجوری میتونید برید به سمت اون آدرسه، چطوری بهتر میتونید برید به سمت آدرسه. وقتی توی نامه مینویسه بیت اون وگ بشقایبون، یعنی اینکه توصیف مسیر راه، توصیف راه. حالا میگه لیبا علی لیب مریم، علی عزیز یا علی دوست داشتنی و مریم عزیز و دوست داشتنی. فیلن دانک فور دی اینلادونگ سو اویغا پارتی، خیلی ممنون برای دعوتنامه جشنتون. ایش کوم گرن، من با کمال میل میام. ون از اونزغم هاوس هبتیا نخ
eingeladen. Wenn اومده اکوزاتیوش کرده ich lade dich ein, ich habe dich eingeladen. من تو رو دعوت میکنم، من تو رو دعوت کردم. اینجا هم به خاطر همین چون اکوزاتیو هستش میگه wenn habt ihr noch eingeladen. اینجا wenn aus unserem Haus habt ihr noch eingeladen. دیگه کیو از خونه ما، از ساختمون ما، توی یه ساختمونی زندگی میکنه و میخواد بدونه دیگه کیو من علی و مریم دعوت کردم به اون جشنه. wenn aus unserem Haus habt ihr noch eingeladen, vielleicht kann ich mit jemandem zusammen zu euch kommen. Das macht Spaß. میگه که شاید من میتونم یا بتونم با یه نفر، با کسی دیگه، با هم دیگه بیایم پیش شما. این لذت بخشه، این مزه میده، چون شپاس معنی شوخی، معنی لذت، معنی سرگرمی، همه چی رو میده. میگه فیلاش کنیش میده یه مندم سوزامن سو آیش کامن دست مخت شپاس. شاید من بتونم با کسی، با یکی، با همدیگه پیش شما بیاین. این لذت بخشه. میگه اس اس شون دست دی نوی وانونگ آیش زو گوت گفلت. میگه این خیلی زیباست که شما از خونه جدیدتون خیلی خوشتون اومده. حالا با خودتون میگید که از کجا فهمید طرف میدونه که اونا خوششون اومده؟ از جشنی که دارن تو خونه جدید میگیرن. کسی که از خونه جدیدش خوشش بیاد جشن شاید بگیره، ولی خوشش نیاد خورما میده، جشن نمیگیره هیچ وقت. اس اس شون دست دی نوی وانونگ آیش زو گوت گفلت. این خیلی زیباست که شما از خونه جدیدتون خیلی خوشتون اومده. واس ونشت ایر آیش فور دی نوی وانونگ. واس ونشت ایر، اگر دقت کرده باشی شما وقتی میدید مثلا بکاقای نونوایی، وقتی مثلا میگی دقای بغوچن ستون از این نون باگت های کوچولو بهم بده، طرف وقتی نون رو بهتون داد بهتون میگه واس ونش دیر نوخ، واس ونشن زی نوخ، یعنی اینکه دیگه چی دلتون میخواد، دیگه چه آرزوی دیگه ای دارید. شاید هم بهتون بگی کم نوخ واس داتسو، آیا چیز دیگه یا همراش میاد، که شما هر دوتا رو اگر شنیدی میگید ناین دانکه مثلا، یا مثلا یه چیز دیگه انتخاب میکنی. حالا اینجا طرف نوشته واس ونش دیر آیش فور دی نوی وونوم، یعنی برای خونه جدیدتون شما دلتون چی میخواد، چه آرزویی دارید. چرا اینو پرسیده؟ چون اینجا در مورد گشنگ صحبت شده دیگه. میگه ایش مشت آیش گرم ات واس شنکن، میگه من دلم میخواد که به شما یه چیزی هدیه بدم. اینجا اتفاس یعنی یه کمی، ولی وقتی میگه اتفاس شنکن یعنی اینکه یه چیزی هدیه دادن. ایش مشت اش گرنه اتفاس شنکن، من دلم میخواد. وقتی میگه ایش مشت گرنه یعنی من دلم میخواد. ایش مشت اش گرنه اتفاس شنکن یعنی من دلم میخواد به شما یه چیزی هدیه بدم. حالا ازشون میپرسه habt ihr schon eine Uhr für das Wohnzimmer؟ آیا برای اتاق پذیراییتون یه ساعت دارید؟ که اگر نداشته باشن این براشون هدیه بگیره. zum Schluss noch eine wichtige Frage. در آخر، zum Schluss، در آخر یک سوال مهمم دارم، یه سوال مهم دیگه، یه سوال دیگه، یه سوال مهم. وی کومه ایش ام بستن سو آیش، من چطوری بهتر میتونم بیام پیش شما، یا چطوری راحتتر میتونم بیام پیش شما. بیته شخایبت میا، چرا اینجا گفته شخایبت؟ چون علی و مریم دو نفرن. بیته شخایبت میا سقوک میت ولشم بوس ایش ام بستن سو آیش فاغن کن، لطفا برای من بنویسید که من با کدوم اتوبوس راحتتر یا بهتر میتونم به سمت شما بیام. بیس نکست وخه،
تا هفته بعد. لیبه گروس موری. لیبه گروس مثلا سلام با عشق. گروس یعنی سلام. ایش گروس دیش یعنی سلام بر تو. من به تو سلام میکنم. خب یه بار از اول نامه رو از بالا تا آخر آلمانیش رو میخونم تند، که شما هم اگر دوست داشتید تکرار کنید مرور باشه براتون، و بعدش دوباره معنیش رو میگم. ایغ فویغ نخبرن زین فور این مونت اونگسوگن اون فرن این در نوین وونونگ زی هبن این اینلادون بکنن انفورتن زی آف دی اینلادون گرون دست شکایبنز گشنگ برکنت نخ بیتر اون وگ بشکایبون لیبا علی Liebe Mariam, vielen Dank für die Einladung zu eurer Party. Ich komme gern. Wen aus unserem Haus habt ihr noch eingeladen? Vielleicht kann ich mit jemandem zusammen zu euch kommen. Das macht Spaß. Es ist schön, dass die neue Wohnung euch so gut gefällt. Was wünscht ihr euch für die neue Wohnung? Ich möchte euch gerne etwas schenken. Habt ihr schon eine Uhr für das Wohnzimmer? Zum Schluss noch eine wichtige Frage. Wie komme ich am besten zu euch? Bitte schreibt mir zurück, mit welchem Bus ich am besten zu euch fahren kann. Bis nächste Woche, liebe Grüße, Mori. همسایه‌های قبلی شما یه ماه قبل اسباب کشی کردن و تو خونه جدید جشن میگیرن. شما یه دعوتنامه دریافت کردید. جواب دعوتنامه رو بدید. دلیلتون برای نوشتن، دلیل برای نوشتن، کادو دیگه کی میاد؟ لطفاً راه رو توصیف کنید، مسیر راه رو توصیف کنید. علی عزیز و دوست داشتنی، مریم عزیز و دوست داشتنی. ممنونم برای دعوتنامه واسه پارتیتون. من با کمال میل میام. دیگه کیو به از این از ساختمونمون دعوت کردید؟ شاید من بتونم پیش شما با یه نفر دیگه با هم دیگه بیام. این لذت بخشه. این خیلی قشنگه شما که شما از خونه جدیدتون خوشتون اومده. چی دلتون برای خونه جدید میخواد؟ چه آرزویی شما برای خونه جدیدتون دارید؟ من دلم میخواد یه چیزی بهتون هدیه بدم. آیا شما برای اتاق پذیراییتون یه ساعت دارید؟ و در آخر یه سوال مهم، من چطوری بهتر میتونم بیام پیش شما یا راحتتر میتونم بیام پیش شما؟ لطفا برای من بنویسید که با کدوم اتوبوس بهتر میتونم به سمت شما بیام. تا هفته بعد، سلام با عشق، مولی. اینم از ویدیو امروز، امیدوارم که خوشتون بیاد. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.